سال 56 میگه نمودار سهمی آیسو به اضافه بیس به اضافه سی محور وای ها رو در نقطه ای به عرض سه قطع میکنه و محور ایکس ها رو در نقاط منهای 2 و 4 قطع میکنه. معادله سهمی کدام است؟ بچه سوال خیلی باحال و راحت بود، یعنی اصلا لازم به حل نبود، یه نقطه گذاری ساده حل میکرد. یه سوال، وقتی میگه محور وای ها رو به عرض سه قطع میکنه یعنی چی؟ یعنی عرض از مبدأش سه، یعنی اون عدد ثابت تیه سه. سوال رو ببین، حواسش بودا همه رو سه گذاشته، یعنی همه رو، یعنی میخواسته که تو با این نکته به جواب نرسی. ولی اینجا رو ببین، محور ایکس رو تو منهای 2 و 4 قطع میکنه. بچه ها این اگه محور ایکس باشه، نگاه، این اگه محور ایکس باشه درسته، تو منهای 2 قطع میکنه و 4 درسته. یعنی چی؟ یعنی اگر منهای 2 رو به معادله بدی مقدار 0ه، 4 هم به معادله بدی مقدار 0ه. یعنی اگر منفی 2 بدی 0 میگیری، 4 هم بدی 0 میگیری. میتونی چک بکنی الان که کدوم یکی از این معادلات هست منهای 2 بهش بدی جوابش میشه 0، 4 بهش بدی جوابش میشه 0. یه دونه رو چک کنیم، نگاه، منهای 2 رو اگر من اینجا بذارم، خب منهای 2 به توان 2 میشه 4. 4 با 8 ساده بشه، بچه نگاه کنی عدد گذاری دارم میکنم، میشه منهای 3/2. اینجا اگر منهای 2 بذارم بازم میشه منهای 3/2 به اضافه 3. منهای 3/2، منهای 3/2 یعنی منهای 1/2، منهای 1/2 منهای 3، منهای 3 و 3 0، یعنی منفی 2 دادم 0 رو گرفتم. این فعلا اوکیه، فعلا داشته باشین. و دومی رو ببین، من وایزازت اینجا رو پاک میکنم بچه ها، بذاریم پاک نکنم، بالاش مینویسم. اگر اینجا منهای 2 بذارم، منهای 2 به توان 2 4، 4 با 8 میشه 3/2. اینجا اگر منهای 2 بذارم، منها تو منها میشه مثبت به اضافه 3/2 درسته، به اضافه 3. 1/2 و 1/2 3 و 3 6، اصلا 0 نشد، نه این جواب نیست. اینجا رو ببین، اگر منهای 2 بذارم چه 4، من تو می‌نویسم بچه‌ها، پس میشه منهای 3/2. اینجا اگر منهای 2 بذارم، منها تو منها مثبت به اضافه 3/2 به اضافه 3، درسته که اینا با هم میره، جواب میشه 3. نه اینجا رو ببین، اگر منهای 2 بذاریم، منهای 2 به توان 2 4، 4 با 8 ساده بشه میشه چی؟ دوباره 3/2. منهای 2 اگر اینجا بذاریم، منهای 3/2 به اضافه 3، درسته که اینا با هم ساده میشه، جواب میشه 3. نکته این بود، اگر منفی 2 بدم جواب باید بشه 0، ولی خب اینا ساده بشه جواب میشه 3. نه اینم نیست، جواب همون 1ه. یعنی با یه نقطه گذاری به جواب رسیدیم بچه‌ها.